باید این لاستیک ها بتونه اون وزن رو تحمل کنه، برای همینه که از رینگ های کوچیکتر و لاستیک های قطورتر استفاده میکنه. من که الان توی ماشین نشستم، شما دید خیلی کمی نسبت به من داری. علت این موضوع هم دقیقا این هستش که این ماشین شیشه های جلوش نور مادون قرمز رو کاملا منعکس میکنه و حتی اگر ماشین های جلویی که دارن به سمت شما میان نورشون رو خیلی ضعیف میکنه که شما خیلی آسیبی توی ماشین نبینید و موقع رانندگی اذیت نشید. حتی شیشه های جانبی این ماشین هم یه مقداری دودی هستن که خب خیلی نباید توی این ماشین معلوم باشه که کی داره کجا میره. این سطح بنفش بودن این شیشه جلو با توجه به سفارش گذاری های مختلف میتونه زیاد و کم بشه. فکر میکنیم که S350 ماشینیه که خوب راه نمیره و اصلا به درد نمیخوره که بریم این ماشین رو بخریم، اما بعد در مورد موتورش یه سری اطلاعات واقعا داشته باشیم. شما S350 رو میتونید در نمونه آقا نیومد بیرون، به ما بنزم که میرسه میشه فراید. S350 اگر قبل فیسلیفت باشه یک موتوری داره که به M272 معروفه، که یک موتور 3.5 لیتری 6 سیلندری هستش که خورجینی و توان 268 تا 278 اسب بخار رو تولید میکنه، اما بعد از فیسلیفت این پیشرانه ارتقا پیدا کرده و اسمش شده M276، پیشرانه ای که همون حجم رو داره اما میتونه تا 302 و در بعضی از سفارش‌ها تا 308 اسب بخار قدرت رو تولید کنه که با اتصالش به یک جعبه دنده 7 سرعته اتوماتیک میتونه همچنان شتابی کمتر از 8 ثانیه رو براتون ایجاد کنه. بابا این نکته‌ای که من در مورد شیشه ها گفتم واقعا تاثیرگذاره. شما هیچی انگار از این شیشه جلو نمیتونی ببینی. نگاه شیشه جلوی یه جورایی بنفش همه چی، بعد رفله داره توش، اصلا یه وضعیتی، یعنی عادت بهش نداشته باشی یا توی این هوایی که الان ما هستیم من بیرون رو یه رنگ دیگه میبینم، انگاه از این عینک آفتابی رنگی منگی ها زدی به صورتت، هیچی نمیفهمه بیرون چه خبره، اونجوریه. حسن ببین دقیقا الان حسی که من توی این ماشین دارم به جز این که خیلی این حس بده که الان فکر میکنی من رانندتم، نه من این بار فکر میکنم الان رانندتم ولی یه حسی دارم که انگار نشستم توی یک هواپیما توی قسمت فرست کلاسش پر از آرامش و امنیت، در کمال اینکه نورها خیلی زیباست توی ماشین و همه چیز بوی چرم میده اینجا. همینا ببین بعد از چند سال همچنان این حفظ کیفیت من بهش میگم مونده توی این ماشین. وقتی các bạn nhé, quả mít nó không bao giờ ngon đâu các bạn nhé.
nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là đã đi mua mít là phải mua những quả phẳng, quả ngon đấy. Phẳng mà gai hết đều thì là những quả mít cái ngon các bạn, còn là gai hết mà không đều có quả cái to cái nhỏ là quả mít không bao giờ ngon các bạn nhé. Nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là đi mua mít là phải mua quả to và quả phẳng đấy, gai là phải đều này, gai sẽ đều như những quả này các bạn này thì ăn với ngon các bạn nhé. Còn hãy mà các bạn mà mua mà gai không đều á là